با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بیبانی هستم. در این چهاردهمین روز از سومین ماه در چهاردهمین سال از سومین هزاره، خوشحال و خرسندم که این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است و در حقیقت حلول ششمین سال تلویزیون میهن رو هم به همه شما نازنینان تبریک میگویم. حمایت و هدایت شما موجب شد که ما وارد ششمین سال فعالیت تلویزیون میهن بشویم. از این بابت نهایت سپاس رو و خرسندم از این بابت. همطور که روی صفحه مانیتورتون دنبال میکنیم و عزیزانی که از طریق رادیو برنامه ما رو میشنوند، بسون برسونم که با آقای دکتر اسماعیل نوریالا گفتگوی داریم پیرامون یک موضوع اساسی و این ماجرای در حقیقت هدف استراتژی تاکتیک و اینکه آقای نوریالا در هفته گذشته به این موضوع پرداختن و من فکر کردم که اگر بشهشون خواهش کردیم که لطف کنن به قدری بیشتر راجع به این قضیه به ما توضیح بدن. در همین راستا دوست بسیار خوبمون میهنیار عزیزمون آقای ساسان هم مثال لطف کردن و ایشون گفتن که یه سری پرسش دارن در این زمینه و فکر کردیم که با پرسش‌های آقای ساسان برنامه امروز رو در کنار آقای نوریالا آغاز بکنیم و تقدیم شما خوبا بکنیم. آقای ساسان، من به شما سلام میکنم و منتظرم که شما هم سوالاتتون رو مطرح کنید. بفرمایید. سلام خدمت شما و ادب و احترام جناب خدمت نوریالا. خواستم اول عرض کنم که ارادت بنده به جناب پیام از عهد شبابه و اگر اینجا به اصطلاح قصد مشارکت دارم در بحثی که ایشون شروع کردن، صرفا از باب تملد تلمد است و دست پس دادن و خدای نکرده بنده اهلیت اینه ندارم که در مقایسه با ایشون قرار بگیرم، ولی ارشدم ارادت برم خدمت جناب نوریالا و کاراشون رو در این سالهای اخیر هم دنبال میکنن، یعنی عمدتاً کارهایی که در عرصه سیاسی هست و مسائل ادبی. فکر میکنم آقای نوریالا از معدود افرادی هم هستن که حداقل درد رو خوب تشخیص میدن، یا به عبارت دیگه پاشون روی زمینیه که اون صحنه رو میبینن و مشکلاتی هم که گریبانگیر این اپوزیسیون بوده شد به درستی انگوش میذارنش. از جمله یکی از همین کارهای اخیرشون که در واقع رو بحث استراتژی و هدف و تاکتیک رو بحث کردن، من خیلی خوشحال شدم چون فکر کردم واقعا یکی از مشکلات ما که منجر نمیشه که وحدتی شکل بگیره در خارج کشور یا عدم درک نیروهای سیاسی افراد سیاسی من از این سه معقوله است، یا یه عدت عمد مخدوش میکنن این سه معقوله رو، هدفمندم است چون که مانع از وحدت وجودی میشن وقتی اینا تعریف شده نباشه. یه عدت این هم هستن که به نظر من این حالت این بچه های تنبل رو دارن که فکر میکنن مثلا با یه اعلام برنامه کردن که این حقوق بشر خوب است، سکولاریسم خوب است یا فدرالیسم خوب است، میشه مابقی قضایا رو دور زد، ولی واقعیت امری نیست. کار سیاسی، علم سیاسی رو هم همراهش باید پشت داشته باشه و اینو به جلو نمیده و این معقولات تعریف شده است، مشخص باید باشه که هدف چی هست. هدف هر چیز میتونه باشه، میتونه آزادی باشه، من اصلا بحثم رو اعتبارش نیست، میتونه آزادی باشه، عدالت باشه، سوسیالیسم باشه، رفراندوم برای نوع نظام باشه، اصلا پادشاهی باشه یا سکولار دموکراسی باشه. حالا اینکه این هدف ها چقدر واقعیه یا به قول مراجع های آکادمی که اینجا که میگن اسمارت باید باشه، که این اسمارت برای هر کدوم برای یک واجهه، یعنی اسپیسیفیک باشه، میجربل باشه، اتینبل باشه، ریالستیک باشه و تایم داشته باشه. این هدف اصلا چقدر واقعی، یعنی اگه اصلا ما هدف رو اشتباه معرفی کنیم که ناشی از تمنیات مردم ایران نیست، خب اصلا راه به ترکستان داریم میبریم و تازه این هدف که مشخص باشه بعد چگونه میخواییم بهش برسیم، یعنی استراتژیش رو باز میکنیم.
که این استراتژی یا دو تا استراتژی هم بیشتر نمیتونه باشه، که من سومی رو سراغ ندارم، یا اینکه باید این جمهوری اسلامی بره سرنگون بشه، منحل بشه، هر چی که اسمشو میخوان بذاریم، یعنی سرنگونیش، یا باید این استراتژی اصلاح این نظام باشه، یعنی از این طریق در میاد که ابزار خودشو باید داشته باشه که میخواد اصلاحش کنه و توی سیستم باشه حداقل، یا میتواند مبارزات رفرمیستی انجام بده، یعنی که دیگه استراتژی دومی نداریم ما، اینا رو مخدوش میکنن، مخدوش میشه که اگر شما گفتی سرنگونی پس یه دفعه میشه قهرامیز زمان این دون مرحله بعدیش دیگه، یعنی حالا این استراتژی میتواند سرنگونی از طریق مسالمت آمیز باشد یا از طریق قهرامیز، که این هم برمیزن به ظرفیت های ما، الزامن ما نمیتونیم یه دفعه مبارزه قهرامیز اعلام بکنیم برای سرنگونی در صورت که قوه قهریه و قاهرهی در دست ما نیست، یعنی استراتژی سرنگونی اگر بریم یا قهرامیز یا مسالمت آمیز، مسالمت اشکال خودشو داره دیگه، این دیگه این الزام اصلاح طلبی نیست، اصلاح طلب ها اینو مخفیش میکنن، و یا اینکه باید از طریق اصلاح و رفرم رفت در سوسیالیزم رسید، مثلا آقای فرخ نگهدار میگه از طریق همین ما گام به گام میتونیم تغییرات ایجاد بکنیم که به سوسیالیزم برسیم، مرحله انقلاب دموکراتیک رو رد کنیم برسیم به مرحله انقلاب سوسیالیستی، حتی از مسیر اصلاح و رفرم. حالا بعد این تعریف بشود و انتخاب بشه و با توجه به ظرفیت های ما و ظرفیت هایی که اون جامعه داره که آیا میتونه وارد این مبارزات بشود یا نه، تاکتیک همون شکل میگیره دیگه، تاکتیک قهرامی که مش کلاسیک چنگ چیزی چیه نمیدونم ماتری روسا مدل های چینی کوبایی هم با اصلا این هست ارتش خلق، یا تاکتیک مطالبات همیده اون مبارزه مدنیه دیگه، اعتصابات تجمعات خیابانی، باز بازی رو در کادر کدوم اصلاح یا سرنگونی است، چون در باب اصلاح طلبی اگر ما بخوایم مبارزه تاکتیک های غیر خشونت آمیز داشته باشیم که صرف قطعا غیر خشونت آمیزه مسالمت آمیزه، باید در کادر قانون باشد، ببینید جمهوری اسلامی این رو خیلی خوب تشخیص میده، تا 25 بهمن با موسوی و چربوزی مدارا میکنه، چون تو دستگاه خودش داره بازی میکنه، یعنی هنوز خلاف قانونش نرسه، ولی وقتی روز 25 بهمن موسوی اعلام تظاهرات میکنه برای دفاع از بهار عربی یا انقلاب مصر، اینجا دیگه خارج از بدون اجازه وزارت کشور یعنی مراحل قانونیش جمهوری اسلامی شوخی نداره دیگه، از فقط و فراتر از مبارزه اصلاح طلبانه بریم اینجوری، یا حداقل تاکتیکایی رو اتخاذ میکنی که مبارزه اصلاح طلبانه در اون نمیگنجه و دستگیرشون میکنه، یعنی اون قشنگ این ستا رو خوب تشخیص میده، خودش هم خیلی چیز میکنه که مخدوش کنه این قضایا رو، و بعضی هم از روی عدم درک قضیه، ولی که نمیدونیارم مقاله‌ای که شما اشاره کردید، اوز میخوام من اینقدر پرشونیزی دارم میکنم، مقاله‌ای که شما اشاره کردید شروع خوبی بود، ولی وارد بحث نفساقیش نشد، به نظر من به دیاغه رفت یا حداقل من نگرفتم، انتظار من از کسی شما که به هر حال عرض کردم میدونید که درد چیه، پاتون رو زمینه، صرفاً بحثای رویایی نمیشه برخلاف خیلی های دیگه، اینه که اینو تدوینش کنید، یعنی واقعا اهداف هر چی هدف میتونه باشه، حالا اینکه چقدر واقعیه، چقدر از ناشی از خواستای مردم میدانده، این اهداف چیه، هدف واقعی چیه، پاسخ به معضل جامعه ایران چیست، بعد استراتژیش و بعد تاکتیکایی که با اون یا باید هماهنگ هم باشه، چون نباشه به تبعی جایی نمیبره، تعریفی به که جریانات اپوزیسیون داشتن به نظر من خب به جز جریانات چپ مجاهدین به طور خاص اینا رو مشخص چیز میکردن، کدبندی میکردن، رژیم هم اینا رو میفهمه، ولی خود مجاهدین هم در یک جا از این پا فراتر رفتن، یعنی این هدفی که قرار بود بشود انتخابات آزاد یا جمهوری دموکراتیک اسلامی یک دفعه میشه ترنگونی، یعنی خود استراتژی میشه هدف، خب اینا چیز میشه دیگه، میدونید بحث رو مخدوش میکنه، من فکر کنم زیاد حرف زدم دیگه، گوش میکنم و میآموزم از استاد ملیلا، ممنون از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر میشنویم فرمایشات استادی، ممنون. عرض کنم حضورتون که سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه شما و خدمت آقای ساسان عزیز، که من البته در مجموع سخنان ایشون پرسشی ندیدم که بخواهم پاسخی بدم، اگر که در مقام پاسخ دهنده
باشم. مطالبی رو فرمودن بسیار منظم و منسجم، منم هیچ اشکالی باش نداشتم. اما پایان سخنان ایشون که عرض کنم که میگویند که سخن من به بیراه رفته، من البته یه دونه مقاله که ننوشتم، من تو این 7-8 ساله اگر بگیریم که سالی 50 تا مقاله نوشته باشم، 350 تا مقاله راجع به مسائل سیاسی امروز نوشتم و نمیشود همه چیز رو در کپسول یک مقاله فشرد و گذاشت. اما من نفهمیدم من کجاش رو به بیراهه رفتم. برداشت من از سخنانی ایشون این است که احتمالاً ایشون میگن که تو راجب هدف و استراتژی و تاکتیک صحبت کردی، اما این رو مستاقی عمل نکردی، یعنی نیومدی بگی که در مورد هدف، در مورد استراتژی و در مورد تاکتیک چه میگویی. عرض کنم که دو تا پاسخ من به این ایراد ایشون دارم. یکیش اینه که من فکر میکنم مجموعه فعالیت‌های سیاسی که در 4-5 ساله اخیر من درگیرش بودم برای پیدا کردن مصداق‌ها بوده و ما در اون جهت عمل کردیم. یعنی که مثلا وقتی که شبکه سکولارهای سبز رو به وجود آوردیم و پس از اون کنگره سکولار دموکرات‌های ایران رو به راه انداختیم و بعد از دلش جنبش سکولار دموکراسی رو استخراج کردیم و از دل اون جنبش همکنون مجمع سازمان‌های سکولار دموکرات رو درست کردیم، ما داریم مصداقی در عمل حرکت می‌کنیم و پیش می‌ریم مطابق نقشه راهی که مثلا در عرض کنم که پیماننامه عصر نو که مورد توافق همه ما قرار گرفته عمل می‌کنیم. اما در این حال یک نکته دیگه هم اینه که من از طرح مطالب مصداقی در مقالات خودم خودداری میکنم، برای اینکه من نمیخواهم مدعی بشم که من به شخصه اون آلترناتیو یا جانشینی هستم که در مقابل حکومت اسلامی میسته. خب مردم به من خواهند خندید اگر چنین حرفی رو بزنم. من اعتقادم بر اینه که هنگامی که ما از مرحله هدف و استراتژی میگذاریم که حالا راجبش بازش میکنیم و بیشتر در حد توان و درک خودم توضیح خواهم داد، از این دو مرحله که میگذاریم و وارد مرحله واقعی مبارزه میشویم، این مبارزه یک مبارزه اجتماعی به وجود مردم در خیابانها نیازمنده، به وجود یک تشکیلات رهبری نیازمنده و در انتهاش احتمالاً به وجود یک رهبر که بتواند تشکیلات رهبری رو بگردونم نیازمنده. من نمیخوام جانشین این همه چیز بشم یا بگم که من میتوانم جانشین چنین چیزی بشم. من فکر میکنم که انواع تاکتیک های مبارزاتی رو که به صورت توصیه ها و یا رهنمودهای رهبری جنبش سکولار دموکرات در میاد رو باید اون آلترناتیو، اون شورای هماهنگی، اون کمبلین عقل، نمیدونم قوم که دور هم دیگه جمع شدن، اونها قدم در این مرحله بگذارن. من نه خودم رو در اون مرحله میبینم و نه در اون مقام میبینم. من سعی میکنم که توضیح بدم که برای شروع مبارزه، من اعتقاد ندارم اصلا مبارزه علیه حکومت اسلامی برای برانداختن اون اصلا شروع شده باشه. ما هنوز در مرحله افشاگری و گفتمانسازی هستیم. از یک سو مرتب تمام برنامه‌های رسانه‌های ما و گفتگوهای ما در مهمونی‌ها و جمع‌های دوستانمون این است که حکومت اسلامی رو افشا کنیم که حالا اینقدر دزدی کردن اونجا، اونطوری شد، اونکی آخونده نمیدونم خیانت کرد، جنایت کرد، از این حرفا. و یا اینکه در کنارش ما شروع می‌کنیم مطالب تئوریک رو مطرح کردن در جهت اینکه در مقابل گفتمان رژیم اسلامی، گفتمان رژیم سکولار دموکرات رو برای مردم توضیح بدیم. اما من هر دوی این کارها رو ما قبل مرحله آغاز مبارزه میدونم. مبارزه هنگامی شروع میشه که ما واقعا هدف، استراتژی و عرض کنم که گرته یا سیاهی از تاکتیک ها رو
در دست داشته باشیم و ما هنوز در این مرحله قدم نگذاشتیم. بنابراین من آگاهانه عرض کنم که پرهیز میکنم از طرح مسائل مصداقی که مثلا بیایم بگویم که بهتر است که مثلا خانوم ها فردا صبح در ایران روسری هاشون رو بردارن یا نه هم کارگران اعتصاب بکنن. من فکر میکنم اینها مطالبی است که تنها در صورت وجود یک تشکل رهبری سیاسی سکولار دموکرات امکان اندیشیدن بهش و طرحش و امیدوار بودن به این که مردم اعتماد کنند و بر اساس اون راهکارها اقدام بکنند مکول به این چیزاست خلاصه. و من آگاهانه در اون مرحله وارد نمیشم مگر اینکه جناب ساسان منظور دیگری میداشتن از اون انتقادی به من کردن که در اون صورت من باید از ایشون تقاضا بکنم که بیشتر بشکافند انتقاد خودشون رو تا یا من خودم رو اصلاح بکنم یا بتوانم توضیح بدهم که چرا این انتقاد درست نیست. بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که آقای ساسان اگر که میل داشته باشن میتونن که مجددا تماس بگیرن و موضوع رو تو که آقای نوریالا گفتن بیشتر بشکافن. توی مقالات شما آقای نوریالا همیشه اشاره میکنید به اوضاع بین الملل و اینکه در بین الملل چه اتفاقی میفته و ما میدونیم که به حال در سیاست به قول فرمایشی آقای چرچیل نه دوستی وجود دارد نه دشمنی بلکه منافع وجود دارد و بایستی که یه جوری به این طرف مقابل منافعش رو تامین بکنی و شما هم اصرار دارید برای این که یک جریان مدیریتی اگر اسمشو بذاریم رهبری مدیریتی باید ابتدا به وجود بیاد. در این راستا شما بسیار بسیار تلاش کردید. چرا این راستی همگیر نمیشود؟ شما به عنوان یه آدمی که تو این زمینه داره کار میکنه علت همگیر نشدن چیه؟ چرا این به قول فرمایش شما کنبلین قوم تمایل به چنین کاری ندارن یا نشان نمیدن؟ و شما به درستی اشاره کردید که ما در محله افشاگری هستیم، در محله معرفی هستیم، در محله ایجاد سازمان نیستیم. این علتش چیه؟ چجوری میبینید صحنه رو؟ از خودم که ببینید اگر که بگیم که روند یک مبارزه سیاسی با اتخاذ هدف آغاز میشه، باید اول بدونیم که هدف دو جور قابل تعریف کردن و اقتباس کردنه. عده اهداف سلبی هم کلامتون رو قطع میکنم. آقای ساسان مجدداً زنگ زدن، اجازه بدید که ایشون مطلبشون رو بگن و بعد ببینیم که داستان بکنم. بفهمید آقای ساسان. با فرمایشات جناب نوریالا، من اگر ایشون صحنه رو اینجور میبینن که ما هنوز وارد مبارزه نشدیم دیگه فرمایشون صحیحه، این بحث اصلا منتفی میشه. ولی اگر در این سالها تکاپویی بوده برای یک وحدت نیروهای سیاسی که من آقای نوریالا رو تلاشگران این کار میبینم، یا آلترنتیف سازی، یا به هر حال ظرفی برای این کار، به هر حال یکی از مسائل اصلی پرداختن به این سه موضوعه. ببینید جناب نوریالا، تمام جریاناتی که اتحاد خواستن بکنن به هر حال بر مبنای چند تا چیز هست، یعنی چند مطلب رو میگن، یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر، سکولاریزم، حالا به هر حال از این نوع بحث هست. خب اگر واقعا باوری به اینها بود، خب این سنخیت پیدا می کردن اینها، یعنی بحث های حتی پذیرش دموکراسی وقتی در خودمون اینو پرکتیس نمی کنیم، خب یعنی باوری نداریم دیگه. می دونید اینا مبنای اتحاد نمیشه اگر اونها مشخص نشده باشه و به خاطر همین می پاشم. من حتی در آقای بهبهانی شاهد هستم در یک گفتگویی که به اصطلاح یه جریانی که متحد شده با هم در یک گفتگوی علنی، یکیشون از بحث مبارزه مسلحانه میکرد، یکی از بحث مبارزه تجاری با جمهوری اسلامی میکرد، یعنی اصلا شناخت هیچ مخرج مشترکی نیست. خب اینها به نظر من اگر نباشه اصلا اتحادی رخ نمیده که اصلا با بدون اهداف چیه، چگونه میخواییم بهش برسیم.
من فقط از این زاویه انتظارم این بود که انتقادی نداشتم جناب نوریالله، ولی انتظارم این بود که بحث خیلی پخته تر میشد و این صرفا از خامه شما برمیاد. به نظر من الان به خاطر این که صحنه رو درست میبینید عرضی ندارم دیگه. ممنون آقای دکتر بفرمایید. ببینید آقای ساسان عزیز، من فکر میکنم که جناب عالی اصلا دارید راجع به یه سوژه دیگه ای صحبت میکنید که مربوط به سوژه‌ای که در آغاز این برنامه به وسیله آقای بهوانی اعلام شد نیست. آقای بهوانی به من گفتن که ما میخوایم راجع به مسئله هدف، استراتژی، تاکتیک صحبت بکنیم. من هم با اون گوش به سخنان شما گوش کردم و میخواستم وارد این بشم که من فکر میکنم که مطالبی که جناب عالی فرمودید در عین درستی اما منظم و منسجم نبود، باید یه جوری ترتیبی براش قائل شد. یعنی گاهی من دیدم که شما در مورد اینکه چه چیزی هدف میتونه باشه، چه چیزی استراتژی میتونه باشه، هم وقتی که مثلا مثال مجاهدین و اینها رو زدید به نظر من قاطی شد مسئله. هدف رفت طرف جای استراتژی، استراتژی آمد جای هدف و غیره. اما الان شما دارید راجع به عرض کنم که آسیب شناسی اتحاد نیروها صحبت میکنید که این هیچ ربطی به این قضیه نداره. ما وقتی که وارد مرحله مبارزه میشیم اون وقت میتونیم از هدف و استراتژی و تاکتیک صحبت بکنیم، در حالی که آسیب شناسی اتحاد خودش به این معنیه که هنوز مبارزه آغاز نشده. برای اینکه این مبارزه تشخیص داده ایم که لازم است که عرض کنم یه لحظه اجازه بدید من این لاینی که آمدن اتحاد باید بشود و بعد مبارزه آغاز بشه برای اون هدف ها و استراتژی ها و تاکتیک هایی که در نظر خواهیم گرفت. بنابراین اگر دوست دارید میتونیم مسئله این روند سگانه هدف، استراتژی، تاکتیک رو بذاریم کنار، بپردازیم به ما قبل اون، یعنی اینکه چرا اتحاد صورت میگیره. در اون مورد باز من با شما یه اختلاف نظری که دارم اینه که شما چیزی که میاندیشید اینه که خب وقتی ما میتونیم سر مثلا 5 تا مورد توافق بکنیم، به قول خودتون سنخیت پیدا کنیم، خب اون اتحاد میتونه صورت بگیره، در حالی که اصلا چنین چیزی نیستش. یعنی که الان دیگه کسی پیدا نمیشه، از کمونیستاش گرفته تا مجاهدینش تا سلطنت طلباش، مثلا بیاد بگی که من با سکولاریسم مخالفم، من با دموکراسی مخالفم، من با تمامیت ارضی ایران مخالفم. هیچ کی این حرفا رو نمیزنه، همه میگن که ما عرض کنم که با این چیزا موافقیم. اون وقت خب این سوال رو خود آقای ساسان باید جواب بدن که اگر که این سنخیت وجود داره پس چرا اتحاد صورت نمیگیره، کجای کار لنگه. من این اسمشو میذارم آسیب شناسی روند اتحاد. در مورد اون هم بسیار نوشتم، در برنامه‌های تلویزیونی مختلفی توضیح دادم، امروز هم میتونم نظر خودم رو خدمتتون عرض بکنم. مسئله اصلا در این نیستش که اگر عده‌ای بر بنیاد 5 تا اصل 10 تا اصل عرض کنم که با هم سنخیت پیدا کردن میتونن با هم هم مبارزه رو انجام بدن. به خاطر اینکه به محض اینکه میخوان مبارزه رو انجام بدن مسئله تعیین هدف، تعیین استراتژی مطرح میشه و اگر اونجا اختلاف پیدا بکنن، مثلا هممون توافق بکنیم که ما خواستار یک حکومت سکولاریم، یک حکومت دموکراتیم، یک نه حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم و غیره و غیره، ولی این کافی نیست. هدف ما چی چیه؟ به محض اینکه مسئله هدف مطرح میشه، خب ما میبینیم که داشتم اینو قبل از سخن دوم حضرت عالی داشتم اینو میگفتم که در مرحله تعیین هدف ما معمولا دو گونه میتونیم کار بکنیم، یک سری اهداف سلبی داشته باشیم، یک سری اهداف اثباتی داشته باشیم. این دوتا همه سکولار دموکرات ها ممکن است تا دم این در بیان، ولی وارد این در اتاق که میشن و ازشون پرسش میشه هدف شما چیه، شما میبینید که یک مرتبه عده ای اهداف سلبی دارن، عده ای اهداف اثباتی دارن. به این معنی که
یه عده‌ای میگن که ما میخواهیم حکومت اسلامی نباشد، ما میخواهیم حکومت اسلامی رو منحل بکنیم، ما میخواهیم حکومت اسلامی رو بر بیاندازیم. خب اینا دارن سلب میکنن دیگه، نفی میکنن، هدفشون در ذات خودش نفیه. اما یه عده میگن که ما میخواهیم این حکومت رو اصلاح بکنیم، لزومی به برانداختنش نیست، میشه یواش 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 نقایصش رو عرض کنم که از بین برد. در انتهاش هم ما به قول خودشون میگن که گذار میکنیم به دموکراسی، از آقای اکبر گنجی بگیریم تا عرض کنم که تمام کسانی که در اتحاد برای دموکراسی یا اتحاد برای گسترش سکولار دموکراسی دور هم جمع شدن، اینا همه گذاری هم. یعنی که نمیخوان چیزی رو سلب بکنن، میخوان به صورت اثباتی حکومت اسلامی رو درستش بکنن. خب این خودش باعث میشه که همه کسانی که اون سنخیت های 10-12 گانه رو پیدا کرده بودن بلافاصله به دو اردوگاه تقسیم میشن. یکی میگه من میخوام حکومت اسلامی رو برمیاندازم، این یکی میگه من میخوام حکومت اسلامی رو اصلاح بکنم. بنابراین میبینید که با حفظ اصول مورد توافق همگی هم نمیتوان به اتحاد رسید. هدف مهم است که بتواند اتحاد رو موجب شود. و به همین دلیل مثلا ما تو تشکیلات خودمون میگیم ما جنبش سکولار دموکرات انحلال طلب هستیم، و الا خب بسیاری از عرض کنم که اصلاح طلبان هستن که میگوین که ما سکولار دموکراتیم. ما میخواهیم که عاقبت در مملکت ما یک حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه، اما انحلال طلب نیستیم. برای اینکه حال دلایل خودشونو دارن که اگر که بخوایم حکومت رو بر بیاندازیم، حکومت جانشین وجود نخواهد داشت، مملکت تک تک خواهد شد، جنگ داخلی در خواهد گرفت و همه حرفا. به همه این دلایل اینها انحلال طلب نیستن، بنابراین اتحادی نمیتونه صورت بگیره. بنده خودم در این 4-5 ساله با اکثر سازمان‌های سیاسی، با اکثر شخصیت‌های سیاسی نشستم و بحث کردم. به محض اینکه موارد عرض کنم که توافقمون رو با هم طی می‌کنیم، وارد اتاقی میشیم که میخوایم هدف رو تعیین کنیم، خود هدف موجب میشودش که بین ما تفرقه بیفته. نه تنها مسئله انحلال و اصلاح، بلکه دلایل دیگری هم برای این که همون عده‌ای که بعد 12 مورد مثلا مورد نظر ما سنخیت پیدا کردن و توافق کردن، وقتی که وارد مرحله هدف میشوند عرض کنم که با هم اختلاف پیدا میکنند. مثلا جمهوری خواهان ما عموما میگویند که انقلاب اسلامی سلطنت رو چه به معنی سلطه داشتن و چه به شکل پادشاهی مشروطه عرض کنم منسوخش کرده و باطلش کرده، و بنابراین دیگر نمیشود در مرحله تعیین هدف نگوییم که ما جمهوری خواهیم. شما نگاه بکنید مثلا آقای دکتر فرهنگ قاسمی رو، ایشون بلاشک سکولار دموکرات هستن، بلاشک انحلال طلب هم هستن، اما میگویند که من با کسانی که معتقدم که در ایران میتوان حکومت پادشاهی مشروطه تشریفاتی داشت هم سفره نمیشم. برای که این یه حرف بیهوده است و در رو باز میکنه به سوی باز تولید استبداد و من نمیخوام با اونا کار بکنم. یا پادشاهی خواهان میگویند که الان ما چرا سر این موضوع دعوا بکنیم، میریم ایران، حکومت اسلامی که فرو پاشید و رفت، یه دولت موقتی به وجود آمد، میاد رفراندوم میکنه، از مردم میپرسه که جمهوری میخوان یا پادشاهی، و اگر مردم گفتن پادشاهی، آیا جمهوری خواهان ما باید بگویند که ما نظر مردم رو قبول نداریم؟ اگر چنین حرفی رو دارن میزنن، پس اون ادعای سکولار دموکرات بودنشون کجا میره؟ میبینید باز با هم دیگه کار نمی کنن. یه قدم اونورتر میریم، میرسیم به شخصیت ها و احزاب ملیتی قومیتی. خب اونا میگن که ما میگوییم که در فردای ایران وقتی میخوایم تعیین هدف بکنیم، درسته که ما سکولار دموکرات هستیم و خواهان انحلال حکومت اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکرات هستیم، اما معتقدیم که حکومت سکولار دموکرات به دست نمی آید
مگر اینکه حکومت فدرالی باشه. خب یه عده میگن که آقا فدرالیسم یعنی تجزیه و ما با فدرالیست ها حرف نمیزنیم و صحبت نمیکنیم. ما هم سکولار دموکراتیم، ما هم انحلال طلبیم. شما مورد حیرت انگیزش رو نگاه بکنید، زنده یاد دوست عزیز من داریوش همایون رسما گفت اگر من احساس بکنم که فروپاشی حکومت اسلامی منجر به تجزیه ایران میشه، من میرم کنار حکومت اسلامی میایستم. بنابراین خب میبینید که معضل اتحاد این نیست که بر چه اصولی توافق میکنیم، مهم این است که در کدوم اهدافی با هم نظر هستیم. به نظر من ما در مرحله تشتت اهداف هستیم و بنابراین توفیقی هنوز در زمینه متحد شدن پیدا نکردیم. مثلا خب حالا دو تا نمونه کورسوزن مربوط به گرایش یا همگرایی سازمان های سیاسی رو ما میبینیم. مثلا خب یکیش همین مجمع سازمان های سکولار دموکراتیه که از پس از کنگره سکولار دموکرات ها در مرداد ماه گذشته رفته رفته شکل گرفته. اول 5-6 تا سازمان بودن که هر سازمانی دو نماینده رو فرستاده بود به این مجمع، الان شدن 14 تا سازمان. خب اینا دارن با هم کار میکنن و دارن تلاش میکنن که هدفشون رو هم مشخص بکنن. یعنی میگویند که ما هدفمون انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومت سکولار دموکرات و ایجاد یک حکومت نامتمرکزه. یه تفاوت هایی هم قائل میشن بین نامتمرکز و فدرال و غیره که جای بحثش الان نیستش. یعنی اینها توانستن وارد اتاق بشن، تو اتاق با همدیگه سر هدف هم یه اشتراکاتی پیدا کنن. بنابراین میشه امیدوار بود که اینها را بیفتن به طرف اینکه حالا استراتژی خودشون رو هم مشخص بکنن. از سوی دیگه شما میبینید که در این جریان سالگرد انقلاب اسلامی 22 بهمن 14-15 تا سازمان کوچیک و بزرگ دیگه ای هم با هم اتحاد عمل کردن. یعنی که مثلا برای تظاهرات 22 بهمن شما میبینید وقتی پوسترشون رو که نگاه میکنید میبینید اون بالا نوشته شورای ملی، زیرش نوشته جبهه دموکراتیک مردم ایران، زیرش نوشته حزب مشروطه ایران، نمیدونم حزب پانیرانیست و غیره و غیره. 15-16 تا هم اونها هم رفتن با همدیگه دارن کار میکنن. به همین دلیل هم خب شما میبینید یه واقعه حیرت انگیزی که در سالگرد عرض کنم که انقلاب اسلامی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنگوی شورای ملی میاد تو میدون تروکادور پاریس و در اونجا بیانیه یا اعلامیه آقای حشمت تبرزدی رو میخونه و آقای عباس خرسندی در کرن در همون روز اعلام میکند که تظاهرات سراسر دنیا به هدایت ما انجام شده و در این حال آقای تبرزدی هم ماندلای ایران است که الان در زندانه. خب ببینید اونها هم به یه گرایش دیگه ای رفتن، اما من فکر میکنم که اونها هنوز وارد اتاق اتحاد نشدن. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه خود رهنمود آقای حشمت تبرزدی که شالوده این اتحاد عمل این گروه ها شده، جنسش جنس انحلال طلبانه یا اصلاح طلبانه نیست. اصلا وارد اون بحث نمیشه. میآید میگوید که ما مطالبه محوریم. یعنی اینکه ما 4 تا مطالبه مشخص رو در مقابل این حکومت میگذاریم که عبارت باشد از آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، لغو حجاب اجباری و بالا بردن سطح معیشت مردم. خب اینها آمدن از طرح مسئله هدفشون از این کارها تن میزنن، به حرفی نمیزنن. اما من و شمایی که نگاه میکنیم میبینیم که خب اصلا مطالبه محوری جایی مطرح میشه که یک مرجعی وجود داشته باشه که ما از او مطالبه بکنیم. بنابراین ما نمیخوایم اون رو بر بیاندازیم. اگه بر بیاندازیم که مطالبات ما معنایی نداره. در نتیجه ما میبینیم که این گروه هم که تشکیل شدن
در واقع در ته هدفشون حاضر نیستن که بگن که ما انحلال طلبیم. بنابراین خب این انحلال طلبا اونور، اصلاح طلبا اینور، چگونه میخوام با هم دیگه عرض کنم که اتحاد بکنن؟ من در مورد آسیب شناسی اتحاد میتونم دقایق بیشتر از این برای شما سخن بگم، اما اگر که از من بپرسین راه حل چیه، من راه حل رو صرفا در این میدونم که مردم در ایران بیان تو خیابون. در غیاب مردم نه اتحاد صورت میگیره، نه هدف مشخص میشه و نه استراتژی. اما به محض اینکه مردم بیان تو خیابون در حد همون رأی منکوب، ببینید تفاوت امروز ما با 4 سال پیش که مردم آمدند و گفتند رأی منکوب، در این است که اون موقع آقای مهندس میرحسین موسوی شبه رهبری رو ارائه داده بود به جمعیت و در نتیجه میتوانست جمعیت رو منسجم کنه، برای مردم سخن بگه، بیانیه صادر بکنه، رهنمود بده. حالا چون ایشون ذاتش پرورفته اسلامیست و حکومت اسلامی بود، خب رهنمودهایی که به مردم داد منجر به این شد که جنبش سبز فروکش کرد، از بین رفت. اما امروز ما اصلا دارای این رهبری نیستیم که مردم که میان توی خیابون عرض کنم که بتونن بگن که این رهبر ماست و این یا این شورای رهبری ماست و ما به حرفهای او گوش میکنیم. بنابراین قضیه شکل مرغ و تخم مرغ رو پیدا کرده. مردم الان نمیان تو خیابون برای اینکه خب میان تو خیابون میگن که ما این حکومت اسلامی رو نمیخوایم، اما نمیتونن بگن که ما چیو میخوایم، چه جانشینی رو براش فرض کرده ایم که آمدیم که گلوله بخوریم، شکنجه بشیم، بهمون تجاوز بشه. در خارج کشور هم این تمایل وجود نداره که یک آمادگی وجود داشته باشه که اگر که به مردم نشون دادن که ما با هم متحد هستیم و میتوانیم برای شما کاری انجام بدیم، مردم بیان به صدای رهبری اونها به خیابون. بنابراین ما با یه مسئله بسیار پیچیده‌ای عرض کنم که روبرو هستیم که نمی‌شود از من توقع داشت که راه حل براش ارائه بدم. بسیار ممنون آقای دکتر. یه لحظه زنی دوستی زنگ زده، پرسشی داره، پرسش این دوستو بشنویم، امیدوارم که کمک کنه. ضمناً تو این فاصله هم تصویر شما فریز شده، ببینیم میتونیم کاری در مورد این تصویر بکنیم یا نه، نمیدونم. اجازه بدید که این دوست رو بیارم رو خط اول. بفهمید شما سوالتون رو مطرح کنید دکتر، میشنم. سلام به شما، سلام به جناب دکتر نوری علا، مهمون عزیز و محترم و شخصیت گرامی برنامه‌تون. سلام به دوستان دیگری که میخواد هستن. احترام دارم خدمت همه شنوندگان و بینندگان از راه دور. عرض به حضور شما، من در رابطه با فرمایشات جناب دکتر نوری اعلا، همینطور که پشت خط منتظر بودم و سوالم رو در نظر میچرخوندم که با چه کلماتی بتونم سوالم رو مطرح کنم، ایشون مطلبی رو فرمودن که من به شدت در این رابطه مدت هاست همیشه هم ذهنم مشغول است، هم کلامم و دهنم مشغول است و گوشم هم مشغول است، یعنی هم در گفتگو هستم، هم در گفت شنید هستم، هم در اندیشه این موضوع که این خواستن از یک شخص مقابل، یعنی که من با آن شخص مقابل در نگوشیت هستم، در گفتگو هستم و اون شخص رو پذیرفتم که آقا به خود منو ول کن، فرض بفرمایید چهارت منو ول کن، سیلی به گوش من نزن، یعنی من پذیرفتم که با گفتن سیلی به گوش من نزن به این شخص، این شخص رو میتوانم متقاعد کنم که سیلی به گوش من نزند یا کراواتم رو ول کند یا حقی رو که از من برده است من بدهد. لذا به شخص سوم، شخص ثالثی مراجعه نمی کنم. موقعی که من به شخص ثالث مراجعه کردم، این بدین معنی است که من این شخص رو دیگر نمیپذیرم که از او خواهشی داشته باشم. لذا عرض من عیناً همون فرمایش آخر این قسمت جناب نوری علا هست که اگر من میگم زندانی سیاسی را آزاد کن، پس من قائل هستم به این که این شخص
میتوانم از او بخواهم و این خواسته را میتوانم برآورده کنم یا برآورده ببینم از طرف او که زندانی سیاسی را آزاد کنم. این بنابراین یک نوعی همگرایی هست با اون شخص، یعنی پذیرش اون شخص مقابل است، حالا میخواد جمهوری اسلامی باشد یا ایتر باشد یا کره شمالی باشد. لذا من خود بنده به عنوان یک ایرانی کوچکی که مثل یک قطره در دریای ایرانی ها اصلا دیده نمیشود، همیشه به این موضوع اعتراض داشتم. من از جمهوری اسلامی که قبولش ندارم چطور میتونم خواهش داشته باشم؟ این یک موضوع بسیار مهمی هست. این که فرمایش کردن که اون آقا رو کردن ماندلا و اینا، من قبلا هم عرض کردم و همیشه بر این موضوع تأکید دارم، اگر فرمانده من، رهبر من پذیرفته باشم و او را کاملا باور داشته باشم و یک سال، دو سال، 15 سال در تحت فرماندهی ایشان باشم، اگر فرمانده من اسیر شد، دیگر من اون موقع نمیگم ایشون فرمانده من است. ممکن است تقاضا بکنم، تلاش بکنم که رهبر من را آزاد کنن، جنگ بکنم، شبیخون بزنم به دشمن، حمله بکنم که فرمانده هم را آزاد کنن، ولی از آن فرمانده اسیر دیگر فرمان نمیگیرم، چون او در قلعه دشمن اسیر است. فرمانی که او برای من میتواند بدهد کمتر شناخت دارد، چون بیرون نیست، اون نمیتونه آرایش نظامی منو، آرایش هیچ جور نمیتونه منو فرماندهی کنه. بنابراین جناب طبرزدی با احترامی که بهشون دارم و ایشون تلاش میکنن و زحمت کشیدن و همونطوری هم که جناب نوری‌الله تاکید فرمودن و این تاکید ایشون امیدوارم به گوش من کم شنوا برسه که شخصی که در اونجا نشون ما گرفته مثل این آقای مؤمنی که الان آزاد شده، ایشون میگن در رئیس دفتر تحکیم وحدت، هیچ کس نمیگه دنباله این جمله چی هست، دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه هست. آقا ایشون در اون وضعیت قرار گرفته، ایشون به اون شکل رشد پیدا کرده. من نمیتونم هم خواست ایشون باشم. من که عرض میکنم من نوعی، نه من شخص خودم را عرض میکنم، یعنی من یک نفر فقط، نه نماینده دیگران. این عرضم تا اینجا پیرو فرماشد متین دیوان نوری‌الله. بنده سوالم از جناب نوری‌الله این است، اگر ما یک مربی ورزشی داشته باشیم ولی این مربی بازیکن نداشته باشه، تربیت خودش رو به کدوم مربا رو چطوری میخواد این مربی درست کنه، یعنی چگونه میخواد تربیت بکنه؟ من همیشه پرسشم این است، تمام چه جریان ها بگوییم، چه گروه ها بگوییم، چه فعالین بگوییم، چه کنشگر بگوییم، چه رهبر شده ها بگوییم، چه رهبر خطاب شده ها بگوییم، تمام آنهایی که مخالف جمهوری حکومت اسلامی هستند، تمام اینها به یک موضوع، آیا این سوال من هست، آیا دقت کردن تا الان که مردم ایران رو به عنوان بازیگر خودشان میخوان رهبری کنن، میخوان هدایت کنن، میخوان حرکت بدن، هر کاری، مردم ایران رو به عنوان بازیگر خودشون تونستن جذب بکنن؟ این یک مرحله دوم است تازه جذب کردن. قبل از این مرحله جذب آیا تونستن مردم ایران از بدنه حکومت اسلامی جدا کنن؟ یعنی مردم ایران رو تونستن با حالا افکار دینی است، با تبلیغات دینی، با رمان نویشتن، با گفتن، با گریه کردن، با خون نشان دادن، با هر شکلی که هست، من نمیدونم با هیچ شکلی تا الان به این رسیدن، کلیه مخالفین، همه اونایی که با جمهوری اسلامی مشکل دارن، با حکومت اسلامی متنفرن، از حکومت اسلامی میخوان براندازیش کنن، میخوان کنارش بکنن، این مردم ایران رو تونستن از بدنه حکومت اسلامی جدا کنن؟ بنده دیدگاه همچون این است که نه. لذا این سؤال رو کردم که اگر غلط است دیدگاه من، منو راهنمایی کنید. مردم ایرانی که هنوز به هر علتی، عرض کردم چه از این طرف میتونه علتها متفاوت باشه و بهانه ها متفاوت باشه برای کندن مردم ایران از بدنه جمهوری اسلامی، از بدنه حکومت اسلامی، میتونه هر روشی رو به کار بده. بسیار ممنون. حکومت اسلامی هم با هر روش هنوز مردم رو به بدنه خودش چسبونده، چنانچه ما میبینیم بعد از 4 سال من تو سرشون میخوره، بچهاشون کشته میشه، شکنجه میشه، کنار خیابون اعدام میکنن، اون یکی دخترش تجاوز شده، اون یکی مفقود الاثر، اون یکی مفقود الجسد، همه یه بلاها از 4 سال. در 4 سال مردم 20 ساعت وقت دارن، 8 صبح تا 8 شب 2 ساعت هم تمدید میکنیم قربت الله، خیلی خوب 15 سال 18 سال وقت دارن.
تو این 18 سال دقیقا میرن به جمهوری اسلامی، به حکومت اسلامی رأی میدن. این که به خوک رأی میدن، بله نسبت شما شنونده ها، یا به گراز رأی میدن یا به روحانی رأی میدن، اصلا دیگه محلی از اعراب نداره. همین که در صندوق حکومت اسلامی کاغذ سفید میندازن، اصلا کاغذ سفید، یکی میگوه رفتن به عایده، خدا بیامرزه، میگوه من به عایده رأی دادم، یکی میگوه نوشته پشت نوشتم انداختم تو. آقا همین که در صندوق، یعنی بدنه حکومت اسلامی جدا نشده این شخصا، هنوز به هر شکلی گرایشش اون طرفه. اگر این شخص از بدنه جمهوری اسلامی جدا شد، بعدن این فرمایش جناب دکتر نوری اعلی که میان به این طرف میتونن تازه اعتماد کنن، یعنی جذب یکی از این گروه ها بشن یا جذب همه اینا بشن. بسیار هنوز کنده نشده اینا هنوز بازیکن طرف تیم مقابل هست. مربی ما چجوری میخواد از این بازیکن ها جایگزین کنه، ارنج کنه اینا رو؟ بذار سوال من اینه، تا الان اقدامی شده یا جناب نوری اعلی به عنوان یک پر نگاه، عمیق نگاه کن، و یه شخصی که دیگه همه وجودشون تجربتشون، ایشون سه برابر سن ما، اگر بهشون به سید عدم سه برابر تمام وجود ما، ایشون فقط تلاش کرده، فقط نوشته، فقط خونده، تحریف کرده، بررسی کرده، جامعه رو شناخته، تمام جوانب رو دیده. فرماش دوست عزیز ما قبل از من تلفن زده بودن، ایشون میدونه پا رو کجا گذاشته، میدونه به کدوم جوانب نگاه کنه. لذا از ایشون من به تقاضای پاسخ دارم که آیا این گروه تا الان چه تلاش اصلا موفقیتی بوده؟ اگر بوده چند درصد شما با نگاه خودتون میبینید؟ بسیار ممنون. بدنه جمهوری اسلامی کمدن مردم بیانه، من معذرت میخوام. ممنونم شما، عرضم طولانی شد، پاسختون رو میتونم از سوی رسانه داشتم. ممنونم، تلفن نشتم، سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم، مرسی، سپاسگزارم. آقای دکتر، بله، یه لحظه ایزه بدیم من بینم یه وقت قطع کنم بس بشم بینم شاید تصویرتون برگرده، اگر به من این فرجه رو بدهید. بله، عرض کنم حضورتون که خب من از با هیچ کدوم از مطالبی که ایشون فرمودن هم مخالفتی ندارم. ما تقریبا هممون هم افق و هم فکر هستیم راجع به این مطالبی که میفرمایید. اما اگر که بخوایم همین مطالبی رو که ایشون گفتن تحلیل بکنیم، به نظر من ایشون عصبانی هن از دست مردم، و به نظر من عصبانیت ایشون درست نیستش. به چند دلیل عرض میکنم. اولا که مردم، اگر که مردم رو یک هیکل، یک وجود حساب بکنیم، منافع خودشون رو میسنجن، منافعشون رو هم در کوتاه مدت میسنجن، نه در بلند مدت. و در این حال عرض کنم که میان نگاه میکنن ببینن که چی به نفعشونه، بر اون اساس اقدام میکنن. اگر شمایی که میخواید اینها رو به قول خودتون از بدنه حکومت اسلامی جدا کنید، اگر شما نتوانید به اونها یه چیزی نشون بدید که اونها ببینن منافعشون در اونه، خب اونها همچنان چسبیده باقی میمونن. چسبیدن هم همواره روی میل و رغبت که نیستش که. حکومت اسلامی به طور سیستماتیک مردم رو وابسته به خودش کرده. شما نگاه بکنید، تولید داخلی رو از بین برده، صنایع رو از بین برده، کارگاه های صنعتی رو تعطیل کرده، زمین رو سوراخ کردن، نفت در میارن، میفروشن، با پولش یه چیزیشو به مردم میدن، یه چیزیشم به نیروهای سرکوبگر خودشون. بنابراین مردم برای گذران زندگی خودشون همه حقوق بگیر این حکومت هستن. شما فکر کنید که کارمندان یه اداره‌ای صبح بیان تو اداره تصمیم بگیرن که رئیس اداره رو بیرون کنن، خب اداره تعطیل میشه، اینا دیگه کسی نخواهد بود که به اینا حقوق بده. این یکی دیگه اینه که
اکثریت فعالان سیاسی از اکثریت کسانی رو که سرشون به تنشون میارزه رو این حکومت یا زندانی کرده یا عرض کنم که ازشون تعهد گرفته که اگر که فعالیت سیاسی کنید شما رو میبرن به زندان، یا اینکه گرفتتشون ازشون وثیقه گرفته و گفته که اگر که کاری بکنید که خلاف میل من باشه من این به جریان بیندازم میام خونت رو تصرف میکنم و غیره. بنابراین مردم گرفتار این حکومتن، چسبیدن به این حکومت، ولی مفری در این جریان ندارن. بعدم حکومت با مهارت هرچه تمامتری، ببینید حکومت شیادان، شما وقتی که میگید یه نفر کلاه برداره ظاهر قضیه اینه که دارید یه اهانتی به کسی میکنید، اما اگه دقت بکنید توش میبینید کلاهبرداری خودش یه فنیه، کلی مهارت میخواد، کلی تمرین میخواد، کلی فکر کردن میخواد. این حکومت، حکومت دزدان و جاهلان و جاهران هر چی که بگید هست، اما در این کار خودشون کاملا مهارت دارن، در حالی که اپوزیسیون فاقد هر گونه مهارتی در امر مبارزه با چنین شیادانی هستش. شما عصبانی میشید که چرا 18 میلیون نفر در اون فرجه 22 ساعته‌ای که داشتن که نباید میرفتن پای صندوق رأی، که حالا معلوم نیستش که اگر نمیرفتن چه اتفاقی میافتاد، اون خودش بحث دیگری داره. حالا اما این مردم رفتن پای صندوق رأی و رأی دادن و این شما را عصبانی کرده. خب ببینید با مردم چجوری بازی کردن. از 3 ماه 4 ماه قبل از انتخابات آمدن اول بچه های آقای رفسنجانی رو گرفتن زندانی کردن، هممون هم در خارج از کشور و داخل کشور عکس انداختیم لحظه وداع امام حسین با علی اکبر و علی اصغر. رفسنجانی شد امام حسین. بعد نزدیک انتخابات شد، گفتن کاندیداها رو اسمشون میخوام بنویسیم، آقای رفسنجانی رفت اسم نوشت، همه گفتن که بابا این رفسنجانی اومده بزنه تو دهن احمدی نژاد و ما را از شر احمدی نژاد راحت میکنه. خوشحال شدن ادهی. شورای نگهبان صلاحیت رئیس مجمع مصلحت نظام رو رد کرد. مردم همه غمگین که ای دادیم داد، یه امیدی به این بسته بودیم، اینم که رد شد. بعد یهو از صندوق شعبده خودشون حسن روحانی رو آوردن بیرون، بعد آقای رفسنجانی و آقای خاتمی میان جلو و میگن که این کاندید ماست، ما اینو قبولش داریم. شما نگاه کنید با یه بازی روانی 7-8 ماهه طوری کار رو کردن، تازه اونورم آقای جلیلی رو آوردن که از قیافش نحوست و بدبختی و اصلا یعنی قیافه آقای جلیلی تجسم همه بدبختی های ملت ایران، اینم آوردن گذاشتن اونجا، شایع هم کردن به شدت که رهبر میخواد اینو جانشین احمدی نژاد بکنه. من فکر میکنم که همین دوست عزیز ما اگه در ایران بود میرفتش رأی میده. ما اینجا نفسمون از جای گرم بلند میشه که مردم رو سرزنش میکنیم که چرا رفتید این کارو کردید. اما تمام حرف من در این است که مایی که از مردم انتقاد میکنیم، مایی که حکومت اسلامی رو قبول نداریم، مایی که میخوایم این حکومت سر به تنش نباشه، در زمینه ایجاد یک جانشین برای او چی کار کردیم که این مردم به عشق و صدای اون جانشین نرن به این حکومت بچسبن، علیه منافع کوتاه مدت خودشون عمل بکنن. به هر حال هر مبارزه و هر انقلابی یک هزینه‌ای داره دیگه. مردم در زمانی که میخواستن حکومت پادشاهی رو برابی اندازن در ایران، خب 3-4 ماه حداقل اگر نگیم 1 سال 1.5 سال هزینه پرداخت کردن، سوخت نداشتن، حقوقاشون عقب افتاده بود، عرض کنم که 1001 مشکل داشتن، ولی تحمل کردن برای اینکه یک در تصور و تخیل اونها یه آلترناتیوی رو شکل داده بودن. حالا کی شکل داده بود، چرا شکل داده بود، از بحث امروز ما خارجه، ولی به هر حال آقای خمینی و شورای انقلابش از روزی که ایشون وارد نوفل و شاتوی پاریس شد به هر حال یک آلترناتیو بود که جلو آمده بود و مردم میگه ای خب اگه شاه بندازیم این بابا میاد،
که میگه که آقا جمهوری که ما جمهوری میاریم عین جمهوری فرانسه، اجباری نیستش حجاب، نمیدونم مردم آزادن، کمونیست ها آزادن تبلیغ افکار خودشونو بکنن. خب دیگه چی از این بهتر میخواستن مردم؟ آمدن وسط و این کارو کردن. اما این اپوزیسیون 35 ساله شده حکومت اسلامی در این راستا چه قدمی برداشته؟ کدوم شخصیتی پیدا شده؟ کدوم جمعی پیدا شده که بیان با هم منسجم شن، برنامه بدن، وعده بدن به مردم و کاری بکنند که مردم اونها رو تایید بکنند؟ وقتی که اونها رو تایید کردن، اون وقت دولت‌های خارجی هم یک گزینه دیگری دارن برای فکر کردن و مذاکره. در ابتدای جلسه آقای بهبهانی اشاره کردن به این مسئله که من همیشه اعتقادم بر اینه که قضایای ایران فقط در داخل مرزهای ایران حل و فصل نخواهد شد. ما الان در جهانی داریم زندگی میکنیم که داریم میشه دهکده جهانی. در اینجا 4 تا 5 تا گردن کلفت قلچماق پیداشون شده، یکیش اسمش امریکاست، یکیش اروپاست، یکی روسیه، یکی چین، و اینها دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. ما باید ببینیم که تو این تقسیم بندی کجا قرار میگیریم. ما دیگه امپراتوری هخامنشی نیستیم که بقیه از ما بترسن. ما یک کشور بدبخت مفلوک فقیر بیچاره هستیم، فلک زده که میگن همینه. یک مشت احمق آخوند هم بر ما دارن حکومت میکنن. خب حالا الان ما میشنویم که روسیه میگه که ایران خط مقدم دفاعی منه، یعنی که این تو منه، توی از اقمار منه. خب ما حالا همه تلاش های خودمون رو برای رهایی از حکومت اسلامی بکنیم، با روسیه میخوایم چیکار بکنیم؟ مردم عرض کنم که سوریه آمدن بیرون، 150 هزار تا کشته دادن تا حالا، چندین میلیون آواره شدن، شهرهای زیبای عرض کنم که کرانه مدیترانه همه از بین رفتن، اما روسیه نذاشته حکومت اسد فرو بریزه. تو معامله هستن. آقای اوباما میاد جست میگیره، میگه که من بمباران میکنم اگر سلاح شیمیایی به کار ببرید، اونم به کار میبره. بعد میگه که آقا ما میایم سلاحامونو به شما تحویل میدیم، بعد اصلا قضیه تموم میشه میره. اصلا آقای اوباما دیگه ککیش هم نمیگزه که در سوریه مردم دارن چگونه عمل میکنه. بنابراین ما لازمه که در صحنه بین المللی هم حضور داشته باشیم و در تصمیم گیری ها، در تقسیم بندی ها شرکت داشته باشیم. خب حالا ما میگیم که ما دوست نداریم جزو اقمار روسیه باشیم، دلمون میخواد جزو اقمار عرض کنم که مثلا امریکا باشیم. خب بگیریم که این خواست ما هستش که در تقسیم بندی جهانی ما بیفتیم تو اردوگاه امریکا. آقای امریکا جز حکومت اسلامی کیو داره که باهاش مذاکره بکنه؟ رضا پهلوی رو داره؟ رضا پهلوی که یک سال پله 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 آمده خودشو به حضیض ذلت انداخته، که حالا بیانیه خونه یا خواننده بیانیه آقای تبرزدیه که خودش اعلام میکنه من آلترناتیو نیستم، ما آلترناتیو ساز نیستیم، ما میخوایم که در ایران انتخابات آزاد بشه، که نامه برمیداره مینویسه به آقای خامنه ای که جناب حجت الاسلام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواهش میکنم که شما بر اساس قانون اساسی خودتون بیایید انتخابات آزاد بکنید. خب این برجسته ترین چهره ما اپوزیسیونل هست دیگه. بقیه کی هستن؟ آیا شما سراغ دارید چهره ای رو که محکم ایستاده باشه و حرف خودشو بزنه و شرایط هم براش فراهم باشه؟ الان شما نیا کنید بی بی سی، وایس آف امریکا، صدای آلمان، با کی دارن مصاحبه میکنن؟ با تمام کسانی که نه انحلال رو قبول دارن، نه عرض کنم که آلترناتیو سازی رو قبول دارن. ولی اگر که من اعلام میکنم که مثلا ما جنبش سکولار دموکراتوری رو داریم، آیا این دوست ما به فکرش رسیده که بره این بیانیه این جنبش رو بخونه، برگ تقاضای عضویتش رو نگاه بکنه و بیاد عضو شه؟ به
بگه من به اندازه عضو شدن در یک جنبش میخوام در این مبارزه شراکت داشته باشم. هیچ کدوممون نمی جنبیم، اما همش یا مردم رو سرزنش میکنیم یا حکومت رو سرزنش میکنیم و همین جوری هم داریم عمر خودمون رو میگذرونیم و به تمام میرسونیم و در افاقمون هم هیچ چیزی وجود نداره برای روشن شدن مسئله. بسیار ممنون از حضور شما که مطلب بعدی راجب مطالبه محوری. من یادمه که شما در یه دوره‌ای اصرار داشتید به این که از درون ایران در این شرایط که حالا این آقای اومده و دست اصلاح طلبان کوتاه شده است و دیگه حرفی ندارم برای گفتن و همه این اتفاق افتاده، پس بنابراین در درون ایران به سمت مطالبه حرکت کنند ولی در خارج کشور همچنان بر براندازی پای بکوبن. این الان ولی شما در فرمایشاتون یه جوری این مطالبه محوری رو زیاد بهش ارج نمیذارید، میخواستم اینو برام توضیح بدید که چگونه است. ممنون میشم از شما. قطعاً سخن من بلاغت کامل رو نداشته که منظورم رو برسونم. من معتقدم که در داخل کشور به خاطر سرکوبی که وجود داره راهی جز مطالبه محوری وجود نداره. یعنی اگر یکی بیاد بگه که آقا اصلا من تو رو قبول ندارم که ازت چیزی بخوام، من میخوام تو رو بر بیاندازم، خب میفرستنش اوین دیگه. در ایران باید به زبان حکومت صحبت کرد، باید مطالباتی رو که خود ساختار حکومت داشته و از بین برده رو از این حکومت خواست. من اعتقادم بر اینه که مبارزات داخل کشور باید بر بنیاد مطالبه محوری باشه. اما اتفاقی که در این 4 ماه اخیر افتاده که صدای منو در آورده و این شایعه رو برای شما ایجاد کرده آن است که آمدن یه عده در خارج کشور میگویند که آقا بین داخل و خارج فرقی وجود نداره و چون فرقی وجود نداره بهتر آن است که رهبری مبارزات در داخل ایران انجام بشه. رهبر مبارزه مثلا آقای تبرزدیه که در زندان هست و حکم ماندلای ما رو داره. شما نگاه کنید که در همین مدت اخیر این 4 مطالبه‌ای که آقای تبرزدی اعلام کرده اند برای داخل کشور نیست، برای خارج کشوره. آمدن میگویند که شما در خارج کشور در تظاهرات خودتون انحلال طلبی رو بذارین کنار، مطالبه محور بشین. و به همین دلیل هم شما میگید دسته دسته اصلاح طلبا دارن میرن اون طرف دیگه. شما همون روز 22 بهمن دیدید که اگر پای سخنان دکتر سازگارا بنشینید یا سخنان آقای اوسانلو میبینید جز عرض کنم که مطالبه محوری حرف دیگه ای ندارن بزنن. الان این شورای جبهه دموکراتیک که در ایران خالد شده، آقای عباس خورسندی که میاد سخنرانی میکنه، اینا همه حرفشونه که تمام مبارزات خارجی کشور رو ما مطالبه محور بکنیم. من اعتراضم به اینه و الا من توقع ندارم در ایران یک کسی بیاد بیرون و بگه مرگ بر جمهوری اسلامی. ممکنه که اگر که مطالبه محوری به آمدن مردم به خیابانها بی انجامد، رفته رفته همان گونه که در جریان جنبش سبز دیدیم شعارهای مطالبه محور تبدیل به شعارهای ساختار شکن به قول مهندس موسوی بشه. ولی ما الان توقع شدن. ممنونم از توضیحی که فرمودی. اجازه بدین دوستمون مجدداً زنگ زدن، از ما یه 50 ثانیه وقت خواستن. بفهمید شما سوالتون رو مطرح کنید. عرض می‌کنم احترام مجدداً خدمت جناب نوری‌الا. من معمولاً بعضی چیزها رو خیلی سخت قبول می‌کنم، خیلی سخت قبول می‌کنم، چون فشارهای زیادی هم بهم اومده. اولاً حضرت جناب نوری‌الا واقعاً استاد هستن در فهمیدن و من واقعا به ایشون سمت استادی میدم. به همین دلیل ایشونی که استاد هستن در خوب فهمیدن 100% استاد هستن در خوب فهماندن و من از ایشون واقعا خوب فهمیدم مطلبی رو در لابلای فرمایششون. فقط هر کاسم بکنم، من ناراحت از مردم نیستم. فرمایش شما کاملا صحیح بود، فرمایش شما، چون دیدگاه من رو شما اونطور تشخیص دادید. من ناراحت از خودم هستم که خارج از کشورم و ادعای مخالفت با حکومت اسلامی دارم و
بلا نسبت از رضا علی بدور از شما، بدور از شما و بدور از دیگر بزرگواران. من خودم رو شخص بی عرضه‌ای یافتم پیرو فرماشد شما از لابله. من بی عرضه‌ام که نتوانستم از مردم ایران رو از اون بدنه جدا کنم، مردم ایران رو از حکومت اسلامی نتونستم ناامید بکنم. خلاصه عرض من و واقعا از شما متشکرم، فرماشد کاملا درست بود و کاملا درست بود. اصلاحی عدره، من نباید به شما بگم فرماشد درست بود، درست هست و من این رو خوب فهمیدم و از شما تشکر میکنم. به من فهماندید که من خارج از کشوری بی عرضه هستم که نتونستم حتی مردم ایران رو هنوز ناامید بکنم از یه حکومت جنایتکار پس از 35 سال. و واقعا از شما سپاسگزارم، واقعا از شما سپاسگزارم. ممنونم، واقعا سپاسگزارم. ممنونم از جناب بهبانی، ممنونم از شما، خدا نگهدار. عرضم به حضور شما این هم از این مطلب. اما مطلب آخری که میخوام از شما پرسم، یه بحثی هست که یکی دوتا از عزیزان ما در اینجا مطرح میکنن و گاهن در هر جمعه‌گردی شما هم برای من مینویسن و برای شما هم مینویسن و ما هم اینا رو اینجا میخونیم. این بحث این که چرا شما به قانون اساسی نمیپردازید، و البته من خودم پاسخم به این هستش، این قانون رو امروز نمیتونی، شما میتونی یه پیشنویسی بنویسی، یه چارچوب معین کنیم، ولی نمیشود امروز که هیچ ابزاری در دست من نیست و برایش قانون بنویسم. خواستم اگه شما میل دارید در این زمینه توضیح بدید، خوشحال میشیم که توضیحات شما رو هم بشنویم. ممنون از شما. ببینید، عرض کردم که در مبارزه اهدافی که در نظر گرفته میشه به دو دسته تقسیم میشن، اهداف سلبی و اهداف اثباتی. اهداف سلبی که میخواهند یک حکومتی نباشه، خود به خود عملشون ناظر بر این است که این قانون اساسی که این حکومت از دل اون بیرون آمده، ساخته شده، شکل گرفته، این لغو بشه. انحلال طلبی معناش این است که این قانون اساسی رو لغو بکنیم. بعد بحث این بلافاصله پیش میاد که خب اگر اینو لغو کردیم چی میتونیم جانشینش بکنیم؟ بنابراین گوهر همه انقلاب ها، همه مبارزات براندازانه، آن است که یک قانون اساسی رو ما لغو بکنیم و یک قانون اساسی رو جانشینش بکنیم. اما بحث در اینه که روزی که اون حکومت فرو پاشید، دولت موقتی به وجود آمد، مجلس مؤسسانی تشکیل شد، خب وظیفه اونها اینه که این قانون اساسی رو بنویسن. ما چرا الان دلمون شور این ماجرا رو بزنیم؟ این یه نظره. یه نظرم اینه که خب ما وقتی که مبارزه داریم میکنیم، انواع اقسام فعالیت ها رو داریم همزمان با هم پیش میبریم. خب از جملهش میتونه یکی عرض کنم که نوشتن یک متن پیشنهادی قانون اساسی باشه برای اون حکومت آینده، که وقتی که نمایندگان مردم میرن تو اون مجلس و مؤسسان مینشینن، یه چیزی مایه کاری داشته باشن جلوشون که روی اون بحث بکنن و پیش برن و در نتیجه روند ایجاد یک قانون اساسی جدید زیاد طول نکشه که مملکت معطل باشه. به نظر من هر دوی این حرف ها درسته، یعنی اینکه هم قانون اساسی اصلی رو باید بعد از فروپاشی حکومت بنویسیم و همین که الان وقت داریم که اقلا متن پیشنهادی یا مسوده اولیه این قانون اساسی رو الان تهیه بکنیم. در این زمینه عده ای از حقوقدانان ایران که اسم خودشون رو گذاشتن حقوقدانان جنبش سبز، از 3 سال پیش دور هم دیگه جمع شدن، یک متن قانون اساسی که میتواند به مجلس مؤسسان آینده پیشنهاد بشه رو تهیه کردن. اینو بردن گذاشتن روی یه سایتی، از مردم هم خواستن که بیایید و این قانون اساسی رو بخونید و نظر بدید، یواش یواش تکمیل بشه. و یه دیالوگ پوینده دائمی الان در این سایت برقرار است که
نظر میدن، مخالفت میکنن، موافقت میکنن. وقتی که از فیلترهای لازم گذشت، این تبدیل میشه به اصلاحیه‌ای در اون قانون اساسی. خب من بگم که وقتی که یه عده متخصص این دارن این کارو میکنن، ما به جای اینکه بریم به اونا بپردازیم، مشارکت بکنیم، اگه دهشی داریم انجام بدیم، بیایم دو مرتبه یه دکون دیگه باز کنیم که یه قانون اساسی دیگه ما بنویسیم، یا 6 تا گروه شروع کنن به قانون اساسی نوشتن. مشکل قضیه اینه که ما وقتی از چیزی اطلاع نداریم، فکر میکنیم اون چیز وجود نداره. عین اون زمانی که اروپایی‌ها می‌خواستن برن هند، سوار کشتی شدن، عوضی راه افتادن، اومدن رسیدن به امریکا. تا اون زمان که نمی‌دونستن امریکایی وجود داره، که چون نمی‌دونستن برای اونها امریکا هم وجود نداشت. اکثر دوستان ما از فعالیت‌های پراکنده‌ای که در اپوزیسیون ما میشه خبر ندارن، کنجکاوی هم ندارن نسبت بهش. کافیه برن تو گوگل بزنن قانون اساسی، بلافاصله لینک‌هاش میادش که آقا اینا دارن این کار رو میکنن. بنده خودم 3 سال 4 ساله که در روی سایت سکولاریزم نو و امروز در روی سایت جنبش سکولار دموکراسی، عرض کنم که لینک و پیوند این حقوقدانان جنبش سبز رو گذاشتم. کافیه روی یک کدوم از این سایت ها برین، روی این کلیک بکنید، میرید قانون اساسی پیشنهادی رو میخونید، تمام پیشنهاداتی هم که برای اصلاحش شده رو میخونید، ولی کسی توجه نمیکنه. میگیم آقا ما موفق شدیم که یک کنفرانس، یک کنگره سکولار دموکرات ها در واشنگتن به وجود بیاریم، از دل اون یه تشکیلاتی در بیاریم به نام جنبش سکولار دموکراسی، و از مردم هم خواستیم که بیاین عضو این جنبش بشین، بیاین تو فعالیتاش شرکت بکنیم. خب کسی اطلاعی نداره، حوصله‌اش هم نداره، حالا من برم عضو یه جا بشم که چی بشه، چی کار باید بکنم؟ بعدم بقیه ملاحظات که من باید ایرانم برم و بیام و پسرخالم ممکنه که در ایران دچار گرفتاری بشه، همه اینا باعث شده که ما مردم پاسیوی هستیم و به علت پاسیو بودن کم اطلاع هم هستیم، از همدیگه خبر نداریم. وگرنه زیر سقف اپوزیسیون بسیاری از حرف‌ها داره زده میشه، بسیاری از کوشش‌ها داره میشه، که به قول شاعر میگه گر تو هم با ما شوی، ما جملگی صد میشویم، اما تو نمیخوای با ما بشوی. همین. دونه متشکرم. خواستم اینو به عنوان پرسش آخر بذارم، ولی باز اجازه بدم بدی یه سوال دیگه بکنم. از اونجایی که شما به تاریخ آشنا هستید و آگاه هستید، یه بحث تطبیقی میخوام از شما پرسم، ببینم که آیا انقلاب 57 ایران مشابهتی داشت مثلا با یه انقلابات دیگری که امروزه تلاش میکنیم ما مثلا یه نلسون ماندلا درست کنیم در ایران، یا مثلا فرض کنید که بر این اشاره‌ای که شما کردید بر کنفرانسی که در واشنگتن بود، 9 نفر پنلیست بودن، 8 نفر تماشاچی بودن، یا به عکس 8 نفر پنلیست بودن، 9 نفر تماشاچی، بعد آقای سازگارا و آقای اوسانلو، آقای اوسانلو به عنوان لخ والنسا معرفی میکنه. این میخواستم ببینم که این علت العللی چیه، چرا هم میخواد تطبیق بده خودشو با یه جای دیگه؟ مگه انقلاب 57 یه انقلابی بودش که از یه جای دیگه الگو گرفته بود؟ این علتش رو چی میبینید؟ عرض کنم که خب این داد زدن تو تاریکیه به نظر من، چون که نمیخوان به اصل موضوع بپردازن، نمیخوان انحلال طلب بشن، نمیخوان جمهوری اسلامی بره، و در این حال میخوان خودشون رو مبارز و مردمی نشون بدن. باید یک سری از این راه ها رو پیدا بکنن دیگه، که عرض کنم که میاییم انقلاب مخملی میکنیم. نمیان راجع به این صحبت بکنن که محال از چیزی نامش انقلاب بشه و انحلال طلب نباشه. انقلاب میکنن برای اینکه منحل کنن یه حکومتی رو، نه اینکه اصلاحش بکنن. اینا در اون حوزه وارد نمیشن، میخوان انقلاب مخملی کنن. منظورشون هم از انقلاب مخملی حتی انقلابات مخملی اروپایی نیست، برای اینکه اون انقلابات درسته که توش خونریزی نشد، اما چون حکومت مادر شوروی فرو پاشیده بود، حکومت‌های وابسته به اون هم خود به خود فرو پاشیدند و احتیاجی به اون همه کشتار غیره نبودش. در حالی که
عرض کنم که انقلاب مخملی که این دوستان ما میگویند شبیه انقلاب سفید شاه و مردمه. یعنی که شاه که نیومده بودش که رژیم سلطنتی رو از بین ببره، شاه آمده بود رژیم رو اصلاح بکنه، اما اسمش گذاشته بود انقلاب. این دوستانم اصل مطلب رو نمیگن که آقا ما نمیخواهیم حکومت اسلامی از بین بره، ما میخواهیم که این عده‌ای که الان در قدرت نشستند رو یه جوری از خر شیطان پایین بیاریم، یه عده دیگر رو ببریم جانشین اونا بکنیم. و این عده دیگه آدمای خیلی ناز و مهربان و اسلام رحمانی و بسم الله الرحمن الرحیم هستند و اینا میان و همه مردم رو خوشبخت خواهند کرد. چرا؟ چون میدونن که اگر که ریشه جمهوری اسلامی زده بشه دیگه هیچ شکلی از حکومت مذهبی در ایران به قدرت نمیتونه برسه. فقط اگر این پوسته، این شل به اصطلاح فرنگی ها، این شل حکومت اسلامی رو حفظ بکنند هست که در داخلش میتونن جا به جایی قدرت رو انجام بدن و دست به ترکیب حکومت نزنن. بنابراین به نظر من تمام این حرفایی که اینا میزنن شعبده بازیه. اینها اصلاح طلب هستن در رنگارنگی مختلف، در یک رنگین کمانی از اصلاح طلبی روش تاکتیک های مختلف خودشون رو هم دارن، اما در هدف انحلال طلب نیست. در نتیجه به نظر من این حرفا همش خنده. آقای تبرزدی عرض کنم که میشه ماندلای ایران، آقای اوسانلو میشه لخوالستای ایران، آقای عرض کنم که سازگارا هم میشه تا اون تئوریسینش که الان اسمش هم یادم رفته مال لهستان. اینا همه شوخیه به نظر من و شاید مثلا باعث بشه اینو فعالیت ها که یکی از کارمندان دون عرض کنم که وزارت خارجه امریکا هم یه روزی یکیشون صدا کنه باهاش چند تا مثلا مشورت بکنه، ولی با این قضایا مسئله ما حل نخواهد شد. بسیار ممنون و متشکرم از این فرصت که در اختیار ما گذاشتید. سیمانه از شما تشکر میکنم، آرزوی بهترین دارم در این پایان سال، امیدوارم که غروب سال طلوع شادی های شما باشد. ممنونم آقای نوری. خیلی متشکرم آقای بهبهانی. اولا من قصد داشتم در آغاز این برنامه سالگرد به وجود آمدن تلویزیون میهن رو به شما، به خودم، به همه دوستانی که زیر این سقف گاهی جمع میشیم تبریک بگم و بگویم که به قول عرض کنم که بودا جنگ با تاریکی میتواند با افروختن یک شمع آغاز بشه و شما یکی از کسانی هستید که یکی از این شمع ها رو روشن کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که روزی برسه که رسانه شما رسانه رسمی اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران بشه. فرمایش شما سپاسگزارم از تو تا فرصت دیگه. متشکرم از شما. قربان شما. گفتگوی با آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. درنگ کوتاهی میکنیم و در خدمت همه شما خوبان و نازنینان خواهیم بود. ممنونم از شما.